سلام به همگی. توی سری ویدیوهای پردازش تصویرمون بالاخره بعد از 10 ویدیو میخوایم بریم به سمت دیپ لرنینگ و استفاده از دیپ لرنینگ تو پردازش تصویر. من توی این ویدیو میخوام یه مقدمه اجمالی در مورد دیپ لرنینگ بدم. ببینید دیپ لرنینگ بحثش خب خیلی گسترده است، از نظر تئوری میشه خیلی رفت تو عمقش، اما من کورسم چون کاربردی، قصد اینه که کاربردی رو پایتون کار کنیم، خیلی تئوری دیپ لرنینگ رو توضیح نمیدم چون منابع براش هم زیاد هست. اگه درخواست باشه میتونم تئوریشم اینجا یاد بدم، اما فکر نمی‌کنم که نیازی باشه چون منابع خیلی زیادی هستن که یاد میدن. یه علت دیگه هم داره. به نظر من همیشه خیلی بهتره که شما شروع کنید عملیشو انجام بدید، بعد برید تئوریشو یاد بگیرید. برای اینکه وقتی عملیشو انجام میدید یه سری سوالا براتون پیش میاد، بعد که میرید تئوری رو میخونید میگید آها این سوال برام پیش اومده بود، پس این دلیلش اینه. برای همین من توصیه میکنم که بیایید اول به صورت عملی انجام بدیم، بعد اگه براتون سوال پیش اومد میرید دنبالش و میخونید. من برای اینکه یه مقدمه اجمالی بدم در مورد دیپ لرنینگ از اسلایدهایی که آقای چارلز آلیون آماده کرده استفاده میکنم، چون به نظرم اسلایدهای خوبی هن. لینکش هم میذارم اگه خواستین براتون، و با همینا پیش بریم، به نظرم خوبه. ببینید میگه که اصلا دیپ لرنینگ چیه. دیپ لرنینگ همون شبکه های عصبی مصنوعی هستن، فقط یک مقدار با لایه های بیشتر. شبکه های عصبی چی هن؟ شبکه های عصبی یه همچین ساختاری هستن که اومدن یه جورایی نورون های مغز انسان رو شبیه سازی کردن با یه همچین ساختاری، احتمالا به چشمتون خورده، به اینا میگن شبکه های عصبی مصنوعی یا نورال نتورکس. من شبکه های عصبی مصنوعی یا نورال نتورکس رو خیلی سریع به شما توضیح بدن. فکر کنید هر کدوم از اینا یک نورونن که به همدیگه وصل شدن. سبزا لایه ورودیان. چرا 4 تا واحد داریم؟ مثلا تو این مثال ما 4 تا ورودی داریم، پس لایه اولمون 4 تا واحد داره. تصمیم گرفتیم ساختار شبکه عصبیمون جوری باشه که 3 تا لایه میانی داشته باشیم. این بنفشه لایه های میادی یا لایه های پنهان، هیدن لایرز هستن. قرمزا هم لایه خروجی مونه. لایه خروجیمون 3 تا نورون داره یا 3 تا واحد داره، چون ما میخوایم آوتپوتمون 3 تا خروجی داشته باشه. مثلا شما فکر کنید 3 تا دستبندی مختلف میخواید داداتون رو تو 3 تا دستبندی مختلف جا بدید، برای همین میخواید 3 تا واحد خروجی یا نورون خروجی داشته باشه. پس به این میگن یک شبکه عصبی مصنوعی، و این کانکشن هایی که بین نورون های مختلف هست باعث میشه که بتونه یه تابع خیلی غیر خطی و پیچیده ای رو شبیه سازی کنه. ببینید هر چی تعداد این لایه های میانی و همچنین تعداد نورون های لایه های میانی بیشتر باشه، این نتورک به اصطلاح دیپ تره، خب به اصطلاح پیچیده تر میشه، پارامترهای بیشتری داره و کارهای بیشتری رو میتونه شبیه سازی کنه، فانکشن های پیچیده تری رو میتونه شبیه سازی کنه. ساده ترینش اصلا خیلی ساده است، این یک شبکه عصبی یا نورال نتورک خیلی ساده است که یک دونه لایه هیدن یا میانی داره، 3 تا اینپوت داره، 2 تا آوتپوت داره، میتونه یه دونه آوتپوت داشته باشه، میتونه 2 تا اینپوت داشته باشه. خب بسته به کاربردتون اینپوت و آوتپوتتون مشخص میشه. بعد دیگه شما این که تعیین میکنید که لایه های میانیتون چند تا باشه، چند تا واحد نورون داشته باشه، پیچیدگی نتورکتون تعیین میکنید. هرچی لایه های میانی بیشتر باشه شبکتون دیپ میشه. پس دیپ لرنینگ از اینجا میاد و میگه که به خاطر این دیپ بودن و به خاطر این ساختاری که اینا دارن میتونن فانکشن های خیلی پیچیده، غیر خطی و انتزاعی رو یاد بگیرن. خیلی انعطاف پذیر هستن نسبت به نوع ورودی و خروجی که به این نتورک ها میدید. حالا چرا دیپ لرنینگ اینقدر صدا کرده؟ یکی به خاطر اینکه خیلی کار شده دیگه روی دیپ لرنینگ، الگوریتماش خیلی جا افتاده شده، ولی دلیل اصلی اینه که تعداد داده هایی که الان همه شرکت ها دارن، همه مؤسسه ها دارن، خیلی داره داده تولید میشه و برای هندل کردن این داده ها به صورت همزمان خیلی کامپیوترها دارن قوی میشن و قدرت بیشتری پیدا میکنن برای آنالیز این داده ها، و برای همین دیگه خیلی ما میتونیم الان این داده ها رو با جی پی یو ها، تی پی یو ها و سی پی یو های قوی، خیلی دیگه الان دستمون بازه که بتونیم این دیتا ها رو آنالیز کنیم. قبلا الگوریتم های دیپ لرنینگ بودن اما کامپیوتینگ پاور لازم برای اینا نبود، ولی الان هر دو المان هست، برای همین خیلی دارن رشد کردن و خیلی گل کردن. این دیتا همون بود که گفتم، یعنی چون دیتا دیگه الان خیلی زیاد داره تولید میشه،
خب همه میتونن از این دیتا استفاده کنن برای ترین کردن دیپ لرنینگاشون. این نمودار بچه خیلی جالبه، میگه که اگه مقدار دیتا کم باشه، مثلا ما 100 تا عکس داشته باشیم، دیتامون 100 تا عکس باشه یا 100 تا مثلا داده عددی باشه، تا اینجا کار کرده الگوریتم های معمولی با الگوریتم های دیپ لرنینگ نسبتا مشابهه، خب مثل همه کار کردشون. اما وقتی داده زیاد میشه، مثلا 10,000 تا داده دارین، از اینجا به بعد دیگه دیپ لرنینگ خیلی میشه، پرفورمنس یعنی کارکردش خیلی قوی تر از الگوریتم های دیگه میشه. پس شما وقتی دادتون زیاد باشه دیگه دیپ لرنینگ خیلی قوی عمل میکنه. یه دلیل دیگه هم اینه که الان خیلی ابزار و مدل های زیادی در دسترس عموم به صورت اوپن سورس قرار داره و همه میتونن ازش استفاده کنن. وقتی در دسترس عموم قرار داره، خب همه یه چیزی اضافه میکنن، سریعتر رشد میکنه و جلو میره، مثل پایتون که اوپن سورس و بهترین زبان برای کار با دیپ لرنینگ و ماشین لرنینگ، و لایبرری هایی که ساخته شده، کراس، تنسر فلو، پای تورچ، همه اینا خب چیان اوپن سورس هم، برای همین خب خیلی استفاده ازش زیاد شده. حالا کاربرد هایی که دیپ لرنینگ داره کل میشه به چند دسته تقسیم کرد. یکی تبدیل صحبت یا صوت به متن، یعنی شما مثلا تو گوشیتون صحبت میکنید تبدیل به متن میشه، یا تو آیفون با سیری صحبت میکنید، این همش از دیپ لرنینگ استفاده میکنه که بتونه حرف شما رو به متن تبدیل کنه، به این میگن اسپیچ تو تکست. یا تو تصویری که الان کار اصلی ما هست، پردازش تصویر یا کامپیوتر ویژن، کاربردهای خیلی زیادی داره. مثلا اینی که اینجا میبینید، دسته بندی یا ایمیج کلاسیفیکیشن، تشخیص بده که این عکس چیه، تشخیص بده این عکس آیا کشتیه، این عکس خرچنگه، خب یا اصلا دست نوشته رو تشخیص بده که مشخص کنه اگه این هر چقدر بد خط نوشته شده باشه، با خطای مختلف نوشته شده، تشخیص بده این چیه. اینجا دیتکشن، آبجکت دیتکشن، آبجکت لوکالیزیشن رو میبینید و اینجا هم سگمنتیشن رو میبینید. سگمنتیشن هم واقعا بحث جالبیه که سمانتیک سگمنتیشن، اینا از اصلی ترین مباحث کامپیوتر ویژن یا پردازش تصویر با دیپ لرنینگ هم. همچنین خب مثلا تشخیص صورت، تشخیص شخص، تشخیص المان ها یا لندمارک های صورت. ببین ما تو چند تا ویدیو قبل این کار رو انجام دادیم، خب مشابه اینو، اما خودمون مستقیما درگیر دیپ لرنینگ نشدیم، درسته؟ شاید بک‌گراندش یه دیپ لرنینگ ترین شده بود ولی خودمون درگیرش نشدیم. قطعا بک‌گراندش من فکر میکنم یه دیپ لرنینگ ترین شده بود، حالا نمیدونم، ولی خودمون اصلا استفاده نکردیم ازش. و کاربرد خیلی زیادی که داره و الان واقعا مورد توجه واقع شده توی تصاویر پزشکیه که تخصص اصلی من هست، تصاویر پاتولوژی هستن اینا، دیجیتال پاتولوژی. مثلا میاد تشخیص میده که آیا این سلول هایی که اینجا میبینه، این سلول های معمولی هن یا سلول های توموری هن، اگه تومورن تومور خوشخیمن یا بدخیمن، یا تصاویر سی تی، تصاویر امارای، اینا دیگه خیلی داره روشون کار میشه برای دیپ لرنینگ. کاربرد بعدی که دیگه خیلی 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 کاربرد گسترده ای داره و خیلی داره روش کار میشه، NLP مخفف Natural Language Processing، یعنی پردازش زبان‌های انسانی. یه سری چیزا که برای ما خیلی ساده است، برای خب کامپیوتر اونقدر ساده نیست. تشخیص این که چه جمله‌ای گفته بشه از NLP مثلا برای ترجمه استفاده میشه. شما اگه گوگل ترنسلیت استفاده کنید، الان دیپ لرنینگ های خیلی قوی ترین شدن که بتونن بهترین ترجمه رو به شما بدن تو زبان های مختلف، چون سیستم های زبان های مختلف با هم فرق داره و نمیشه کلمه به کلمه ترجمه کرد. یا مثلا جمله سازی، یعنی این ربات هایی که با انسان ها حرف میزنن، خب اونا دیپ لرنینگ استفاده میکنن، یعنی شما یه سوال ازش میپرسین، این با NLP میتونه جواب شما رو به صورت معنادار بده. یعنی اینا دارن کار میکنن که ربات وقتی جواب شما رو میده، کامپیوتر وقتی یه جمله میسازه جملهش معنادار باشه. همین الکسا، سیستم الکسای آمازون که شما حرف میزنید باهاش، اون میاد حرف شما رو پردازش میکنه و میفهمه شما چی میگید، و اینا خب خیلی مهمن. یا مثلا الان شما یه جای کامنت میذارید، میان الگوریتمای می نویسن که کامنت شما رو آنالیز کنه و بفهمه آیا شما کامنت مثبت گذاشتین یا کامنت منفی گذاشتین.
اینا کاربردهای NLP هست. ترکیب پردازش تصویر یا کامپیوتر ویژن با NLP، یعنی ترکیب تصویر با زبان، خیلی چیز جذابیه. یعنی مثلا شما یه عکس به الگوریتم میدین، این میاد یه جمله برای این عکس مینویسه. مثلا شما این عکس رو میبینین، الگوریتمی که ترین کردید میاد این جمله رو برای شما ایجاد میکنه. جمله میگه که مردی که بلوز مشکی پوشیده داره گیتار پلی میکنه. یعنی اینقدر هوشمند شده که میفهمه تو عکس داره چی میبینه. خب یا مثلا اینجا میگه که دوتا دختر کوچک دارن با هم لگو بازی میکنن. حالا مثلا اینجا شاید مامانشه یه ارور داده الگوریتم، ما که انسانی میبینیم این به نظر میاد مادر این باشه، ولی خب این الگوریتم اینجوری دیده، ولی خب باز خیلی نزدیکه. پس اینا یه کاربردهای خیلی جذابه. اینم یه کاربرد جذاب اخیراً که نه، یعنی 2015 ایجاد شده، دیپ دریمه. خیلی یه چیز فانتزیه که میتونین مثلا یه آبجکت های، یعنی یه تصاویری خود پلرنینگ یا دیپ لرنینگ که ترین کردین خودش میاد تصاویری تولید میکنه و چون خیلی شبیه مثلا خوابای آدم هاست، اینو اسمش رو گذاشتن دیپ دریم. مثلا این استایلینگه که شما مثلا یه عکس ورودی بهش میدی، ورودی میگید اینو با استایل نقاشی های ونکوک به من بده و اینو همون عکس رو با استایل نقاشی های ونکوک به شما میده. خب اینا مثلا کاربردهای فانتزی ترشن، حالا شاید کاربردهای جذابی برای همین پیدا بشه، ولی الان در حد کاربردهای فانتزی هن و کاربردهای خاصی نداره. یه مدل دیگه هستن جنراتیو مدلز یا گنز، GAN. اینا خودشون میان داده تولید میکنن، یعنی خودش بهش میگه که صورت یه مرد جوان برای من تولید کن و اینقدر الان اینا قوی شدن که میاد وسط واقعی تولید میکنه. خب گنز خودش بحث خیلی گسترده ایه، ولی به طورت خلاصه اینه که ما یه دیپ لرنینگ داریم که عکس تولید میکنه، یه دیپ لرنینگ دیگه داریم که تشخیص میده که آیا عکسی که این تولید کرده فیک یا واقعیه. اگه تشخیص بده فیکه، این یکی نتورک سعی میکنه یکم خودش رو قوی تر کنه، یکم بهتر تولید کنه که این نتونه تشخیص بده و اینا هی با هم رقابت میکنن و انقدر رقابت میکنن تا این تصویری ایجاد میکنه که این دیگه نتونه تشخیص بده فیکه و اینجوری پیشرفت میکنن. واسه همین خیلی کانسپت جالبی داره. مثلا شما اگه ببینید اینجا تو مرحله اول همچین تصویری ایجاد کرده، تو مرحله دوم همچین تصویر با کیفیت تری ایجاد کرده. خب حالا خب اینم خیلی جذابه. OpenAI GPT-3 یا دال‌ای یه الگوریتمیه که ترین شده که بر اساس متنی که بهش میدین یه تصویری ایجاد کنه. این دیگه واقعا نهایت هوشمندیه الگوریتم هاست و واقعا جذابه. یعنی شما یه جمله بهش میدین، میگین یه عکس به من بده. خب یه جمله خیلی بی ربط هم بدید، مثلا این یه جمله خیلی بی ربطه، میگه یه صندلی به شکل یه آووکادو به من بده. خب این اومده این عکس ها رو ایجاد کرده و اینقدر جذابه این موضوع که آدم باورش نمیشه. یا مثلا اینجا گفته که یه اردر یه مغازه که اوپن ای آی روش نوشته شده باشه و این تصاویر رو براش ایجاد کرده. خب خیلی واقعا عجیب غریبه. توی این لینک شما میتونید تو صفحه 24، من لینک اسلایدار میذارم ببینید، برین مثالای دیگه‌ش هم ببینید. ببینید میرید تو سایتش، خیلی مثالهای دیگه داره. خب خیلی کاربردهای دیگه داره توی ژنتیکس، AI توی ژنتیکس، توی شیمی، فیزیک. این مثلا توی فاینایت المنت، نمیدونم واقعا ترجمهش چیه، ولی میدونم که توی مکانیک و توی عمران و اینا این کاربرد داره و اینو اومده شبیه سازی کرد. توی بازی ها میان از AI استفاده میکنن، از دیپ لرنینگ استفاده میکنن، میاد بازی ها رو یاد میگیره، حریف قدرتری از انسان ها میشه تو شطرنج، توی آلفاگو، بازی گوگو فکر میکنم، یادم نمیاد که یه آلفاگو رو، یه الگوریتمی به نام آلفاگو اومد قوی ترین بازیکن تو این بازی رو شکست داد تو 2017. حالا ببینید بحث اصلی ما، حالا این کاربردهایی که گفتم، من تخصصم و فوکوسم روی پردازش تصویره، برای همین روی بقیه خیلی مانور نمیدم. برای
پیاده سازی دیپ لرنینگ، بر فرض اینکه حالا پایتون ما داریم استفاده میکنیم، لایبرری خیلی مختلفی هست. شما میتونید از تنسر فلو استفاده کنید، از پایتورچ استفاده کنید، از تیانو استفاده کنید. ما میخوایم بیشتر از تنسر فلو استفاده کنیم و کراس. کراس چیه؟ کراس فقط در واقع میاد یه پوسته ای روی تنسر فلوه که کار باهاش رو ساده تر میکنه. چیز جدایی از تنسر فلو نیست. پس ما توی ویدیوهامو بیشتر با تنسر فلو کراس کار میکنیم. نهایتاً کاری که دیپ لرنینگ میکنه اینه که شما یه سری ورودی X بهش میدید و یه سری خروجی F هم بهش میدید. خب یعنی میگید که این گربه است. خب یه عکس میدید، بعد بهش میگید این گربه است. این باید یاد بگیره داخل این مستطیل F، این خودش باید یاد بگیره که چطوری X رو به F ربط بده. حالا وقتی ما 10,000 تا 20,000 تا عکس بهش بدیم، این کم کم یاد میگیره، یه تابع پیچیده‌ای داخل F میسازه و یاد میگیره که چطوری X رو به FX ربط بده. مثل یه بچه است. بچه شما تو بچگی مثلا یه گربه میبینه، میگه این چیه؟ شما بهش میگه این گربه است. بعد این تو ذهنش میگه که خب گربه 4 پا داره، 2 گوش داره، پس همیشه اینجوریه. دفعه بعد یه سگ میبینه، سگم 4 پا داره، 2 گوش داره، میگه این چیه؟ گربه است. میگه نه، این گربه نیست، این سگه. بعد تو ذهنش میاد یکم پیچیده تر میکنه تعریف اینا رو، میگه که پس این وقتی دماغ حالا اینجوری مستطیل شکلی داره و یه استایل خاصی داره گربه است. بعد اینکه 10 تا 20 تا گربه دید، تازه دیگه میتونه یاد بگیره که آره، میتونه تشخیص بده که گربه چیه، سگ چیه. دفعه 10، 11 شما ازش میپرسید این چیه، درست میتونه تشخیص بده. دیپ لرنینگ هم همچین چیزیه. واسه همین باید ترینش کنید، یه سری مثال ها یا ترینینگ دیتا بهش بدید که اون یاد بگیره، بعد ازش انتظار داشته باشید کارهای جالب انجام بده. خب اینجا شما یاد نمیدم چون خیلی تئوریه. در کل این آشنایی با دیپ لرنینگ و کاربردهاش بود. اما همونطور که گفتم، فوکوس ما یا تمرکز ما روی پردازش تصویر خواهد بود و واقعا انقدر کاربردهای جالبی داره که فکر نمی‌کنم تمومی داشته باشه. می‌خوام از ایمیج کلاسیفیکیشن شروع کنیم و بریم سمت کاربردهای پیچیده‌تر تا تشخیص صورت، سگمنتیشن و کارهای جالبی که میتونیم باهاش انجام بدیم. شما مگه پیشنهادی دارید تو کامنت ها بگید که با هم دیگه پیش بریم جلو. و به نظر من که خیلی قرار جالب باشه. اگه دوست داشتید لایک کنید و سابسکرایب کنید و کامنت بذارید تا بریم برای ویدیوهای بعدی و خیلی خوب پردازش تصویر رو با دیپ لرنینگ یاد بگیریم. ممنون از همراهیتون. فعلا.